سلام به همه آبیا، اسسیا، تاجیا و همه ایرانیا و فارسی زبانهای جهان. به کانال خودتون خوش اومدید. بریم با همدیگه مصاحبه آقا جواد نکونام بعد از برد شیرونمون مقابل استقلال خوزستان رو ببینیم که من مطمئن بودم آقا جواد قبل از دربی حتما یه مصاحبه انجام میده. بریم ببینیم چیا گفته. مصاحبه آقا جواد نکونام یه چیزی هلوش 8 دقیقه است و بعدش هم یه کوری سنگین مهدی هاشمی نسب برای پرسپولیسیا خونده که اونم براتون میذارم. اول ببینیم آقا جواد چی گفته. اول از همه خیلی خوشحالم که توی استان خوزستان شهر اهواز هستم. اینجا خاطرات خیلی خوب و شیرینی دارم و خوشحال از اینکه دوستان رو میبینم. به هر حال بچه های رسانه‌ای که اینجا ما 4 سال کنار هم دیگه به نظرم روزهای خوبی رو داشتیم و خوشحالم که دوباره قسمت شدش که بیام این شهر خوب. در مورد بازی قبل از اینکه در مورد یه نکته که از در مورد نکونام و اهواز اینه که حالا جدا از اینکه تو فولاد بوده الان 2 تا بازی هم اومده اهواز انجام داده، 1-0 با فولاد و 1-1، یعنی 4 امتیاز گرفته و هیچ گلی هم نخورده. این همه سر صدا و افتادن میکروفون هم که دیگه جزء طبیعت برنامه‌ریزی تو فوتبال ایرانه. صحبت کنم در مورد وضعیت چمن بگم، واقعا اصلا شرایط خوبی نداشت واسه فوتبال بازی کردن. خیلی زمین شرایط بدی داشتش، نمیشد فوتبال بازی کرد. من چون ما بازی های این تیم رو دیده بودیم و حدس میزدیم که به خاطر بدی زمین اینا قطعا بازی مستقیم رو فقط انجام میدن، چون در حال شرایط تیمشون طوری هستش، تیم استقلال خوزستان طوری هستش که نیمفصل دوم نیاز به امتیاز داره و هر بازی واسه شون حکم فینال داره. تیم کاملا متفاوتی هستن نیمفصل دوم، تیم خیلی خوبی هستن. شکل بازی که بازی میکنن بازی سختیه، بازی مستقیمی که انجام میدن، فقط تو پای بلند و دنبال توپ سوم هستن. با توجه به آوراژ قدی هم که داشتن بازی رو سخت کرده بودش واسه ما و مخصوصا تو یوروب آخرشون همش بازی مستقیم بود، شرایط سخت شده بود. ما هم سعی کردیم بازیکن‌های خط بلندمون رو به دفاع اضافه کنیم تا بتونیم به موفقیت برسیم. تیممون خوب بازی کرد، نیمه اول بازی رو خیلی خوب شروع کردیم، میتونستیم راحت با اختلاف 2-3 گل بیایم بیرون و نیمه اول بازی رو تموم کنیم. متاسفانه استفاده نکردیم. نیمه دوم هرچی از بازی گذشت، با توجه به اینکه ما 3 روز قبلا بازی جام 4 روز قبل بازی جام حذفی رو انجام داده بودیم، تیم یه مقدار بازیکنایی که بازی کرده بودن یه مقدار خسته بودن و شرایط یه مقدار واسمون سخت کرد، ولی تعویضایی که انجام دادیم تونستیم نتیجه رو کنترل کنیم. میدونستیم بازی سختیه، 3 امتیاز بازی چقدر به دردمون میخوره و تونستیم که این شرایط رو به دست بیاریم. یه موضوعی هستش که من تمام یکی داره اینجا حرف میزنه اینو بذاری کنار تو مخ منه. وضعیت واقعا یه جوریه ها، یعنی نظم فکری که باید مربی حفظ بکنه خیلی سخته تو مصاحبه ایران. و خب بازی هم دقیقاً همینجوری بود که آقا جواد گفت. موقعیت واقعا ما خیلی زیاد از دست میدیم، یعنی اگه توپامون تو گل بره تو اون فشاری که تو نیمه اولای هر بازی میاریم و بتونیم توپامونو گل بکنیم، نیمه دوم خیلی راحت تر میتونیم بازی کنیم. ما نباید یه اختلاف بریم، میتونیم گلامونو فاصله دار بکنیم که با خیال راحت هم ما تماشاگر رو بشینیم ادامه بازی رو ببینیم. اما خب با همون یه گل هم بردیم، برد خیلی شیرینی هم بود. ادامه صحبت. یه دو تا نکته هستش که من باید خارج از این بحث بگم. یکی اینکه برای باشگاه بزرگ استقلال زشته که کسی کنار من نیستش، مدیر رسانه‌ای نداریم و امیدوارم مشکلات زود حل بشه. صحبتم هم فقط با هوادارهای تیم میخوام شد. خیلی جالب، آقای دوربین هم چرخوندن که معلوم باشه کنار آقا جواد خالیه و اکبری رو خب بیکار کردن و نذاشتن که ادامه بده. یه مقدار خطیر، بعضی از کاراش جالب نیست، حالا بعد ببینیم برای چی این کارو کرده، ولی خب حالا ببینیم ادامه صحبت چی میواجه بود. شرایط تیمو بدونن. چند هفته ای سکوت کردم، صحبت نکردم، دوست دارم شرایطو بهشون بگم. اول فصل اگر هوادارامون خاطرشون باشه من گفتم که آقایون یادتون باشه کسی کلاه سرمون نذاره، فقط با هوادارامون دارم صحبت میکنم. هر کسی و هر کسی که توی باشگاه و خارج از باشگاه میگه این تیم باید قهرمان بشه، اون داره خیانت میکنه به استقلال. 100% با حرف آقا جواد موافقم، یعنی واقعا اگر با امسال قهرمان بشیم یه شگفتی و یه شاهکار جواد نکونامه که اینقدر اسکوادش کم عمق باشه و باز بتونه قهرمان شه. ببینین، من نمیگم بازیکنای استقلال و بازیکنای پرسپولیس و سپاهان ضعیف‌ترن، نه، به نظر من اگر ضعیف‌تر بودن الان بالاتر از اونا نبودن، اما
بازیکن تعویضی وجود نداره، یعنی همینیه که هست تو دروازه مثلا یا دفاع یا هر کدوم از خطا نگاه میکنیم بازیکن همینه. اگر روزش هم نباشه باید تو زمین بذاریش، سرما بخوره باید تو زمین بذاریش، نیمچه مصدومیت داشته باشه باید تو زمین بذاریش. اما خیلی از تیم‌ها هستن که وقتی بازیکنشون مصدوم میشه یه بازیکن دیگه در حد همونو میذارن تو زمین، 11 به 11 از ما سر نیستن. ولی وقتی بیای کل تیمو بررسی بکنی قطعاً پرسپولیس و سپاهان تعداد بازیکنهای بیشتری دارن، حتی اگه بگیم کیفیت بازیکناشون هم بیشتر نیست، همون بازیکنهای هم کیفیت و تعداد بیشتری دارن. یه روزی وقتی بازی این یکی نمیگیره دقیقه 20 دقیقه 30 اصلا نیمه میکشدش بیرون اون یکی رو میاره، ولی تو بازی استقلال اگر مثلا آرش رضاوند خوب بازی نکنه جانشینی نداره که جاش بیاد، بنابراین این کار استقلال رو سخت میکنه و انتظار قهرمانی از این تیم کاملا اشتباهه. من تو ویدیویی هم که همین بازی رو تحلیل کردم گفتم خب خیلی خوبه که اگه ما بتونیم پرسپولیس رو ببریم و با اختلاف 6 امتیاز بریم برای قهرمانی و گفتم 99% هم قهرمان میشیم، اما یادمون نره با چه مشکلاتی داریم این مسیر رو میریم و حتما هم باید از جام حذفی خارج میشدیم تا تمام انرژیمون رو بذاریم اینجا. حالا ادامه صحبت رو گوش بدیم. ما کدوم تیمی هستیم که رقیبمون از پرسپولیس، سپاهان، تراکتور، همین تیم سلاح خوزستان بینید تو نیفست 7 تا یار گرفته، 5 تا یار گرفته. ما اندازه کدوم این تیم هستیم که من باید تیمم بره مدعی قهرمانی شد؟ تلاش هم میکنم، تیممون تلاشش رو میکنه واسه قهرمانی. پارسال تیم استقلال متاسفانه علارغم شایستگی که داشت قهرمان نشده، با 20 تا بازیکن بزرگسال، 3 تا بازیکن 25 زیر 25 سال و 7 تا یا 6 تا بازیکن زیر 23 سال. امسال فشار خواهشا رو تیم ما نندازید، حتی باشگاهمون که بیانیه داد هفته قبل خواهشان فشار رو تیم نندازید. الکی چه فشاری میره؟ ما تلاش میکنیم بهترین نتیجه رو هر بازی بگیریم. همین پارسال اون تیم با اون همه یار و با اون همه بازیکنی که تو سنای مختلف میتونست داشته باشه متاسفانه تیم سوم شده. الان ما اومدیم اینجا چه کاری اتفاق افتاده واسمون؟ هیچ. الان شما ببینید، من الان دارم میرم فرودگاه، خودمم و مدیر تیم، ما یه نفر نداریم دنبال خودمون، یه نفر یار نداریم. همه میگفتن رسانه، نمیدونم مدیر تیم، نمیدونم یکی بیادش بحث داوری بهمون کمک کنه، حداقل نظرش رو بگه ما بدونیم اشتباه اینجا حرف نزنیم. ولی هیچ کس، ما تنهاییم. هر تیمی رو میبینیم 5 نفر کنار تیم هم 5 نفر کنارشون هم. آقای نه هوادار، من خیلی تنهام. همین، کاملا باش موافقم. ولی ببینیم این کار رو از نظر خطیر من بخوام نگاه کنم داره هزینه تیمو میاره پایین، یعنی فکر میکنه همینا رو هم حذف بکنه میتونه هزینه تیمو بیاره پایین، یا از یه جنبه دیگه میتونیم نگاه کنیم فکر میکنه که نکونام پس همه این کارو برمیاد. یعنی وقتی تو یه مربی داری که میتونه خودش همه این قضايا رو جمع بکنه، خب شاید نیاز به کمک نداشته باشه که هزینه کنی 4 نفرم ریسه کنی پشت سرش کنارش نباشن، خودش میره کارا رو جمع میکنه. ولی خب اون آدم هی بهش فشار بیشتر میاد و احساس تنهایی میکنه و این احساس کاملا تو چهره نکونام مشخصه. من خیلی تنهام، من اومدم استقلال، یه استقلال به عنوان یه استقلالی، فقط به عنوان یه هوادار استقلال، به عنوان یه کسی که واسه این تیم عشق ریختم، واسه این تیم قصه خوردم، مثل خود شماها دارم تلاشمو میکنم. آقایون من تنهام، بهتون دارم میگم من تنهام. فردا کسی از من توقع نداشته باشه، خودتون دیدید بازی قبل من 4 تا بازیکنمو گذاشتم بیرون، تیمم اصلا فرقی نداره. امروز دیدی آرمین سورابیان بچه مریض بود، من مریض مجبور شدم بازیش بدم، بپرسید ازش. آیو من خیلی تنهام، آیو نه هوادار، من خیلی تنهام. امسال هر کاری که فکر کنید کردم با این تیم، دیگه نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته بعدش. واقعا دم نکونام گرم که با تمام فشارهایی که روشه تونسته یه نتیجه خیلی خوب بگیره. یه حرف هم این وسط حرفا زد که گفت من به عنوان یه استقلالی، خب اینجا چون یکی از پیشکسوتای پرسپولیس اومده یه حرفی زده باید یه جوابی بهش بدیم، یه تو دهنی بهش بزنیم دیگه، حرف اضافه نزده. آیه مایلی کلنگ، چون اگه مایلی کهن بودی و اون شعور و فرهنگ رو داشتی و سرمربی تیم ملی بودی با شعور، حتما باید با احترام صحبت میکردیم. ولی وقتی انقدر بی فرهنگ و بی شخصیتی که میگی یکی که اومده 6 ماه برای استقلال بازی کرده شده، حالا پیشکسوتشون این حرفو میزنه، به شما هیچ ربطی نداره. یه استقلالی قرار نیست حتما برای استقلال بازی کنه تا پیشکسوت استقلال باشه، اصلا یه بازی باشه تو استقلال، همون یه بازی هم رو نیمکت بشینه.
ولی وقتی از بچگی طرفدار تیمه میشه یه استقلالی شیش آتیشه و به شما هیچ ربطی نداره که به عنوان پیشکسوت پرسپولیس اصلا بیا اینجا نظر بدی یا به هر عنوانی که خودت به خودت میدی نظر بدی. کارنامه شما کاملا مشخصه، از دریوریایی که به علی دایی گفتی و تمام کسایی که تو فوتبال ایران بودن، کارنامه مربیگری تو افتخاراتی که به دست آوردی هم کاملا مشخصه. پس بهتره زیپ به دهنتو کاملا ببندی وگرنه برات میبندیمش. ادامه صحبت جواد نکونام هم گوش بدیم. در خدمت شما. خسته نباشید آقای نکونام. یه سوالی که مطرح میشه این که شما برای بار چندم دارید این آلارم و هشدار رو میدید، این وضعیت رو شرح میدید، گزارش میدید، اما پوینت و هدف مدیران استقلال از این سوء مدیریت و این بی تدبیری چیه؟ یعنی به نظرتون چه نفعی دارن؟ من نمیدونم. ببینید هفته قبل بیانیه دادن بعد از بازی که ما دیدیم. به نظرم این بیانیه وسط بازی آماده بوده. ببخشید تیمای رقیب که این همه بازیکن دارن بیانیه چی اصلا قرار بگه من قرار بوده تیم من هر هفته ببره یا مثلا قرار بوده تیم من صدر جدول بشه؟ چون بچهای تیم دارم میگم بازیکن‌ها زحمت کشیدن تیم صدر جدوله، الکی یادمون رفته مشکلاتمون. آقای مشکلات پاورجاست، مشکل خیلی داریم، دو تا یارگیری باید میکردیم، دو تا تایم نکردیم. ببینید چه اتفاقی افتاده، مشکلات پاورجاست، هیچی خوب نیست، فقط تنها چیزی که خوبه خدا رو شکر ما امروز بردیم. اینکه چه اتفاقی افتاده چی میشه من اصلا هیچ خبری از هیچ جایی ندارم، نمیدونیم چی میشه. بیانیه میدن بعد میگن آقا باید قهرمان شه. اصلا اینجوری نیست که باید قهرمان شه. باشه با این رقیبامون بعد از ششمین باختمون باشگاه از من حمایت کرد، دستش درد نکنه. کجا آقا حمایت چیه؟ حمایت من نمیخوام، حمایت هوادارا با منن، رو سر منم جا دارن. من به خاطر این هوادارا، به خاطر شرایطی که امسال داشته، باید زحمتامو بکشم، کارمو انجام میدم، وظیفمه. درست شد؟ همه چی مشخصه، همه چی بازه، کجا حمایت؟ درست من 6 تا باخت دادم، یه باخت دادم اول فصل به سپاهان با ناداوری، با اشتباه داور. بازی دومم اصلا میدونستیم، چون من اگر الان این بازی رو 3 روز بعد بازی کردم، دوباره بازی بعد 5 روز بعد بازی کنم، دوباره 3 روز بعد بازی کنم، کیو واسه من گرفتید که من الان بتونم با یارو بازی کنم؟ دقیقاً حرفش درسته و بسیار بسیار منطقی. ببین نکونام واقعا باخت بده نیستا، میگم یعنی واقعا ما تو لیگ یه باخت داریم، دقیقاً مثل حرفی که خودی زد با ناداوری، یه باختم که به مثل رفسنجان دادیم که خودمون خواستیم خارج بشیم برای اینکه بتونیم به بازی پرفشار لیگ برسیم. خیلی هم کار منطقی خوبی کرده و حرفش کاملا منطقی، ولی عجب آدم نبازی ها. یعنی خیلی وقت بود مربی تو ایران نداشتیم، چه استقلال چه پرسپولیس، که اینقدر نباز باشه. واقعا نباختن اصلا تو خونشه. من 5 تا زیر 20 سال دارم، 2 تاش گلرند، یعنی من 3 تا زیر 20 سال دارم. هوادارامون به هوش باشن، هوادارامون حواسشون جمع باشه. من تمام کسایی که هر کسی میتونه باشه بخواد فشار روی تیم بذاره و از تیم دنبال این باشن تیم قهرمان بشه. ما بازیکنام میدونن، خودم هم میدونم، همه کادر، همه کسایی که تو تیم هستن میدونن که ما تمام تلاشمون اینه که قهرمان بشیم، ولی فقط تلاشمون رو میکنیم، کارمون رو انجام میدیم. کسی هم آیا باید کنار ما باشه کمک کنه یا نه؟ ما هیچ کس رو نداریم. واقعا دمش گرم که با این دست خالی و تنهایی داره این کارو میکنه. البته میگم کادر فوق العاده ای داره، بازیکنام خیلی باهاش هماهنگن و این کمکش کرده که بتونه تیمو خوب رهبری کنه و خوب جلو ببره. من که به این استقلال نکونام خیلی امیدوارم، ولی من خودم گفتم تو ویدیو قبلم گفتم توی تمام تحلیل بازی گذشته هم دیدین، من وقتی میام مثلا تعریف میکنم میگم بازیمون تو خونه ملوان خیلی سخته، کلی ها میان کامنت بذارن چرا ملوان رو اینقدر شاخ میکنی، ما استقلالی، ما همه رو بعد ما استقلال هستیم، به خاطر این پیرنه از همه تیما سر هستیم، ولی باید بازیکنی هم وجود داشته باشه که بتونه این کارو بکنه. یعنی مربیت قطعا از همه مربیای لیگ بهتره. خب ولی بعد یه بازیکنی بهش بدی، 4 تا مصدوم داد، 4 تا محروم داد، بازم میتونه نتیجه بگیره یا نه؟ تمام امتیازات خارج از خونه ای هم که ما از دست دادیم همیشه یا مصدوم داشتیم یا محروم. یعنی دلیل نمیشه. یعنی ببین یه تیمی وقتی میتونه شانس قهرمانی باشه که دستش هم خیلی پر باشه، شما الان اسکواد پرسپولیس و سپاهان رو ببینین، هر کدومشون مصدوم و محروم بشن جانشین دارن، ولی استقلال هم داره؟ نه. پس اگر الان صدر جدول، شاهکار نکونام و تیمش و این غیرتی که خود
بچه ها دارن به خرج میدن، وگرنه نظر پرداختی ها من قبول دارم، پرسپولیس هم پرداختی هاش مثل استقلال خوب نیست و بازیکناشون هم یکم عصبی کرده بود که هفته قبلم تو جام حذفی بود فکر کنم صحبت کرده بودم. آخرین قسمتی که میخوام مصاحبه بذارم، مصاحبه آقا جواد تموم شده، مهدی هاشمی نسب وقتی داشته میرفته یه مصاحبه باش کردن که به نظر من خیلی جذابه. ببین آقا مهدی چی گفته، بالاخره قبل دربی دیگه یه سری چیزا قراره باز بشه. خدا قوت، تبریک میگم تونستید بازی رو ببرید. در مورد بازی صحبت. بازی خوبی بود، نیمه اول باید کار رو تموم میکردیم ولی متاسفانه نتونستیم از موقعیت همون استفاده کنیم. تو نیمه دوم هم یه مقدار فشار و استرس برای حفظ نتیجه، تیم حریف هم بازی مستقیم انجام میداد، یه مقدار بازی گره خورده بود ولی خدا رو شکر تهش خوب تموم شد، تونستیم سه امتیاز بگیریم و همچنان صدر باشیم به امید روزهای آینده. و اینکه هفته آینده دربی داریم و اینکه شما نفر خاص هستید در اون رو میگم، نفر خاص که به هر حال اونم سه امتیاز داره، ولی امیدوارم اتفاق خاصی نیفته، طبق تاریخی که مقرر شده دربی انجام بشه و اون بازی هم مثل تمام بازی سه امتیاز داره، براش میجنگیم ولی متفاوت میجنگیم. برای سه امتیاز دربی میجنگیم اما متفاوت میجنگیم. قطعا یه بازی جذاب مثل دربی رفت داریم که تمام وجود و قلب همه بازیکنای تیم و همه کادر توی زمینه که حتما نتیجه بگیرن و بتونیم پرسپولیس رو ببریم، که اگر این پرسپولیس رو با این همه بازیکن و این همه خریدای گرون قیمتش ببریم و اختلاف رو به 6 برسونیم، واقعا یه شاهکاره و میتونیم راحت بریم به سمت قهرمانی. اما اینم بدونین اگر بازی گره خورد یا هر اتفاقی افتاد یا حتی اگر به پرسپولیس باختیم، تازه هم امتیاز میشیم و میتونیم با همدیگه برای قهرمانی بجنگیم و چیزی رو از دست ندادیم. با وضعیتی که الان توی جدول اتفاق افتاده و ما الان 3 امتیاز از پرسپولیس جلوییم و پرسپولیس بازی سختی هم در ادامه راه داره، شاید مساوی و پرسپولیس هم چیز بدی نباشه، ولی قطعا برد دیگه یه شاهکاره. فشار نباید به تیم بیاریم، هر چقدر و هر رتبه‌ای رو امسال بیاره جواد نکونام با این دست خالی به نظر من شاهکاره. یادمونم نره خطیر اول فصل گفته بود این فصل رو یه جوری مدیریت کنیم، فصل بعد میریم اون خریدایی که دلمون میخواد و انجام میدیم و از الان هم مثل دارن با مهدی قائدی صحبت میکنن برای فصل آینده. من فکر میکنم استقلال فصل آینده بتونه چند تا بمب بزرگ توی نقل و انتقالات بترکونه و بتونه تو جام باشگاهایی که الیت میریم شرکت میکنیم خیلی تیم خوبی باشیم و بتونیم یه جورایی شاید پا به پای تیمای بزرگی مثل الهلال و النصر بجنگیم. ولی برای اینکه بتونیم اون کار بزرگو بکنیم چند تا خرید قطعا نیاز داریم. ولی تا اینجای فصل که فوق‌العاده بوده جواد نکونام تیمش و امیدوارم بتونیم با بردن پرسپولیس یه قدم خیلی بلند برداریم برای قهرمانی.